بازاریان گنابه به همراه لنجداران این بندر در پنجمین روز اعتراض خود به ممنوعیت واردات تحلنجی توسط لنجداران در این شهر تجمع و راه کردند. روز گذشته نیز بازاریان گنابه در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کرده و شعار مسئول بیلیاقت استعفا سر دادند. سازمان اوقاف رژیم روز سهشنبه در تبریز به خاطر 200 میلیون تومان طلبی که از کارخانه کمباین سازی تبریز داشت این کارخانه را توقیف و کارگران را بیکار کرد. سازمان قارتگر اوقاف به همراه آخوند محمد علی آل هاشم نماینده ولی فقیه ارتجا و امام جمعه جنایتکار تبریز و ماموران سرکوبگر امنیتی و انتظامی وارد کارخانه شده و اقدام به پلمپ این کارخانه کردند. کارگران چندین ساعت برای جلوگیری از پلام شدن این کارخانه که باعث بیکاری آنان می شود مقاومت کردند اما ماموران سرکوبگر با توسل به زور و تهدید کارخانه را تعطیل کردند دانش آموزان یکی از مدارس اصفهان علیه نصب دکل تلفن همراه در این مدرسه اعتصاب و تجمع کردند دانش آموزان که علیه کارگزاران رژیم در آموزش و پرورش شعار دادند، خواستار جمع جمعوری این دکل شدند. خانواده های این دانش آموزان نگران وضع سلامتی فرزندانشان به خاطر امواج این دکل هستند. اعتراض کارگران، پرستاران و کارکنان بیمارستان، بازنشستگان، دانشجویان و فرهنگیان و دیگر افشار مردم به سطوح آمده در شهرهای تبریز، اصفهان، خرمشهر، زنجان، مهاباد، ارومیه، هفتپه، ایلام، مریوان، زرند، شوش، اندیمشک، بروجرد، بوشهر، اصلویه و لنجان ادامه دارد. در تبریز قاره شدگان تعاونی مسکن فرهنگیان و پرسنل مجتمع های سلامت تبریز در اصفهان دانشجویان دانشکده توانبخشی دانشگاه پزشکی در خرمشهر جوانان جویای کار برای بیستمین روز در زنجان مالکین باغهای شهری در مهاباد اهالی روستای خورخوره در ارومیه کارکنان فولاد ارومیه در هفتپه کارگران بازنشسته مجتمع نیشکر در ایلام پرسنل بیمارستان، در مریوان کارگران شهرداری، در زرند کرمان بازنشستگان شرکت زغال, سنگ، در شوش جوانان روستای عین، در اندیمش کارگران خط و ابنی راه آهن، در بروجر کارگران شهرداری، در بوشهر کارکنان شرکت صدراپارس جنوبی، در اصلویه کارگران ایزهی پتروشیمی مرجان، و در لنجان کامینداران در اعتراض به سیاستهای های چپاولگرانی رژیم آخوندی اعتصاب و تجمعات اعتراضی برگزار کردند.